در افغانستان با موزلهای گوناگون قربانی می شوند. از خشونتهای خانوادگی گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر. اگر به کوچه و پس کوچه دریا و دریاچه این شهر نظر بیاندازیم، زنان برای زندگی کردن دور از چشم مردم چادرها را برپا کردند. عمق فاجعه و بدبختی زندگی زنان افغان اینجا نهفته است. اما چرا این معضل شوم اجتماعی هنوز هم دامنگیر زنان افغان است؟ سلام، شب شما بخیر. فرشته محبوبی هستم. باز هم با یک ساعت برنامه روایت زن میهمانان ویژه ای را پیرامون اعتیاد زنان به مواد مخدر داریم. در نخست به معرفی میهمانان ویژه میپردازیم. هر یک خانم حسنیه کوهستانی، فعال حقوق زنان و همچنان اجمل زرمتی، آگاه امور اجتماعی. خیلی خوش آمدید، میگم شما را در بحث امشب. بانو حسنیه، از شما سوال آغاز میکنم، دلیلش چی است که زنان هنوز هم به اعتیاد رو میارن؟ دلیل ای که زنان بیشتر به اعتیاد رو می آورند، اولا کشور یا جامعه ما تقریبا 85% یا 90% مردمان کشور ما را مردمان فقیر تشکیل می ده که بیشترش از زنان تشکیل می ده. و بدبختانه که فقر اقتصادی باعث میشه که زنان به مواد مخدر رو بیارن و مشکلاتی که جوانان یا زنان نمیتوانند که در جامعه به شکل درست فعالیت بکنن، از طریق مثلا فعالیت های سیاسی اجتماعی یا داشته باشند، بنابر بسته بودن جامعه یا سنتی بودن جامعه، اینا بر رو به مواد مخدر میارن. آقای زرمتی، های تنها دلیل اعتیاد زنان به مواد مخدر فقر علم و پایین بودن اقتصاد بوده میتونه؟ خب پیش از اینکه به سوال شما بیام، میخوام یک چیز رو بگویم که مواد مخدر یکی از معضل بسیار حاد هر جامعه و هر کشور می باشد، بخصوص جامعه مثل افغانستان یا کشور مثل افغانستان که در اینجا در پالوی بسیاری از معضلات چون فقر و جنگ و بدبختی اعتیاد اعتیاد به مواد مخدر هم یکی از چالش های است که متاسفانه در طول 17 سال اضافه شده به این مشکلات. ای که بعضی از ماهرین یا کارشناسان نظامی به این عقیده هستند که جنگ افغانستان یک جنگ مواد مخدر یا درگ وار که به انگلیسی برش میگه ای است، که خودش ضرورت به یک بحث همه جانبه داره که من نمیخوایم که چقدر صحت داره یا نداره، او یک مسئله جدا است. ولی ای که میایم وقتی که در افغانستان میایم این مسئله را مثلا مورد پیگرد قرار میدیم، میبینیم که خانم ها که نصف از پیکر جامعه ما را تشکیل میدهند، در پالوی از ای که یک خانم یک مادر است، خواهر است، همسر است، ولی بدبختانه که به این معضل حاد جامعه ما هم یا دوچار هستند که معلمدار فقر است، و در پالوی از ای که نه تنها فقر، بیسوادی و جنگ هم میتونه که باعث اخته شدن یعنی خانم ها به مواد مخدر شد. چگونه میتونیم ریشه‌کن کنیم؟ خب وقتی که تقریبا در 17 سال خود متاسفانه که بگویم باید که ما نتانستیم که این ریشه‌کن بکنیم، صرف اما مسئله تا یک حدی مبارزه، مثلا مبارزه با این پدیده وجود داره و ما مثلا وزارت مبارزه با مواد مخدر است و نه تنها بعضی از نیروهای بین‌المللی هم به این تلاش هستند که باید دیر از ریشه‌کن بکنن، ولی تا فعلا یا موافق نبودن که شما اگر بیرون از افغانستان مثلا چین و هنگ کنگ در سالهای 1950 و 1960 ببینید به عین مشکل یا دوچار بودن، ولی آنها سه به حساب اصول را پیشنهاد کردن که یکی هم انتی درگ ایژوکیشن می باشه و دیگیش که بود انتی مثلا درگ پالیسی بود، و سومش هم که بسیار مهم است انتی درگ پولیس ها، که پولیس های مبارزه با اینمی چیزا یا تایید کردن. ولی در افغانستان متاسفانه چون جنگ مافیایی است، جنگ است که یک قسمتش مربوط به افغان ها میشه، یک قسمتش هم مربوط به خارجی ها میشه، که تا فعلا اما مبارزه که فعلا واقعی مبارزه وجود داشته باشه نیست. بله، ممنونم. بانو کوهستانی، شما که در رأس هستین، چقدر مسئولین در زمینه بخاطر محو همچو پدیده اینا تلاش کردن و چقدر نتیجه مثبت به دست آوردن؟ خب وقتی ما یک وزارت به این بزرگی داشته باشیم که در رأس از او وزیر قرار داشته باشه و بعدا مسئولینی، ولی نتوانه که جلو ازدیاد مواد مخدر و یا ایست که جلو ازدیاد معتادا را بگیره، پس ما کاملا ناکام میدانیم همچه وزارت را.
وقتی که ما از جامعه سنتی بحث میکنیم یا گپ میزنیم، اولا اون خو یک بحث خشونت علیه زنان یک بحث وسیعی است که فعلا شاید جا نداشته باشه که بیشتر توضیحات بدم. اگر ما درست بنگریم، بیشتری علل اتفاق افتادنی که متعدد زن ازدیاد پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر میشه، زیادترش اگر بالای برادر بد تاثیر نکنه مردان هستند. وقتی مردها در تحت تاثیر بیکاری و فقر و این همه قرار بگیرن، رو میارن به مواد مخدر و اون مواد مخدر در مقابل اعضای فامیل خود استفاده میکنن. این طبیعی است که از نگاه طب البته شاید بس کردن نتونم چقدری که بالای خودشان تاثیر میکنه، اما بو و یا مو استفاده از یایی است که هر پدر مادر الگوی اطفالشان هستن. وقتی او اطفال میبینه که پدر مادرش یا یایی است که تنها پدرش استفاده میکنه، مطمئنا فکر میکنه که چیز خوبی است و اینا هم استفاده میکنن و ایست که اونا مو تاثیراتی که داره از لحاظ دماغی بالای اینا تاثیر میگذاره که آهسته آهسته افزایش پیدا میکنه علت با وجود آمدن معتادان زن. خیلی ممنون. و قسمی که بگویم، بیشتر هم گفتم که وزارت مبارزه با مواد مخدر کاملا در این عرصه ناکام بوده. ممنونم. آقای زرمتی، وقتی یک مادر در خانه به اعتیاد مواد مخدر رو میاره، چی پیامده میداشته باشه خصوصا بر خانوادهش و بر اجتماع؟ خب مثل که قبلا اشاره کردم که یک زن هم مادر است، هم همسر است، هم خواهر است و همچنان اعمار کننده یک جامعه نوین است. وقتی که به اعتیاد مبتلا میشه، در حقیقت یک نوع ترور انسانی و شخصیتی است که نمیشه که از او چشم پوشی کرد. چون ما میتونم وقتی که میریم ما را میخوانیم، میدیا را مطبوعات را میخوانیم، میبینیم که بسیاری مسئله باید جدی گرفته شود. مثل که اشاره کردم یک ترور شخصیتی است، چون مادر است که یک جامعه را، یک مادر مثلا با وجود می از یک جامعه از خانواده تشکیل میشه. وقتی که یک خانواده به اعتیاد مواد مخدر دوچار باشه، شما فکر بکنین که حالت او جامعه چه قسم خواهد بود. میبینین در مزار یک گزارش هم خواندم که یک مادر بعد از اینکه طفل به دنیا میاره، به خاطر جلوگیری از خونریزی از تاریاک استفاده میکنه. نه تنها خودش از تاریاک استفاده میکنه، بلکه طفل که نو به دنیا آمده بر از او هم به خاطر از اینکه آرامش ببخشه از تاریاک استفاده میکنه. بنابراین خودش یک نوع مشکل بسیار جدی و حاد یک جامعه فعلی ما است. و مثل که خانم کویستانی قبلا اشاره کرد، وزارت مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و دولت افغانستان در 17 سال نتوانسته که مثلا این مسئله را پیگیری بکنه. و برای شما ببینین وقتی که یا بر چی یعنی تکیه کردن، صرف بعضی درمانگاه های است که بخاطر تداوی یا صرف سر از او اکتفا کرده، در حالی که وقتی که در وجود ما یک درد می باشه، ما صرف بعضی به حساب پین کلر که میگه تابلیت ها را میگیریم یا پاراستامول را میگیریم، در حقیقت درمان واقعی نیست. باید شیابی شود که کیها باعث با وجود آمدن کشت و زر مواد مخدر در افغانستان هستند، کدام حلقات هستند، باید تحقیق شود و کیهایی را حمایت میکنند. ما خب پیش از 2001 فکر کنم کشت بیخی صفر بود، حالا 90% مواد مخدر یعنی افغانستان تولید میکنه که خود شرماور است. باور بکنین ما خارج از افغانستان درس خواندیم، وقتی که مسئله مواد مخدر بس میشد، همه سینما سعی میکردن که یک شرم است، یک آر است، هم به ما و هم به دولت. و یا صرف به این ماش میگیرن، ماشای دلاری میگیرن وزارت است، ولی یا اقدامات عملی نکردن. اقدامات عملی وجود داره اگر یا پیگیری بکنن. بنان این بسیار باید جدی گرفته شوه. و در این عرصه ها هم که بعدن باز اشاره خواهد کردم که این مطبوعات است و دولت است که باید پالیسی ها را جدی بگیره و هم مردم است که آگاهی یامه داده شده بمند. بله، ممنونم. بانو کویستانی، شما که یعنی فعال حقوق زنان هستین، چقدر کار کردش ما مؤثر واقع شده و چی پلان هایی را دارین بخاطر امی که باید زنان به اعتیاد مواد مخدر رو نیارن؟ خب کارکرد های ما که در اجتماع ما فعالیت میکنیم یا ایست که به مردم آگاهی دهی بدیم و بفهمانیم که مواد مخدر رای حل بیرون رفت از فقر و یا از بعضی مشکلات نیست. بس هم موارد دیگر مانند ای که زنان بیشتر ندارن پیشه ای که بتوانن که از مشکلات اقتصادی خود و یا از زمین مشکلات روانی که دارن دوری بجستن، بخاطر
به یاد فراموشی مشکلاتشان از مواد مخدر استفاده میکنن که در این عرصه هم وزارت مبارزه با مواد مخدر و هم وزارت امور زنان مسئول است که باید آگاهی دهی کنه و همچنان وزارت صحت عامه که از راه مواد مخدر باید به مردم بفهمانه تا برشان به اصطلاح هم گرسد شود که بدانن استفاده از این مواد بر ضررشان تمام می شود. رای حل کاستن می فراموشیشان آیا ایست که رای حل کاستن دردهایشان نیست و ما با فعالیت های اجتماعی که هم آگاهی دهی و هم ایجاد زمینه کاری یا ایجاد زمینه فعالیت برای خانم ها میتونیم که با این پدیده شوم بتونیم که مبارزه بکنیم و این آهسته آهسته کاهش بدیم. بله بانو کوهستانی، هرچند که شما از مسئولین یادآوری کردین، نقطه ضعف در چی است که تا اکنون هم این کاهش پیدا نکرده، برعکس روز به روز افزایش پیدا میکنه؟ اگر متوجه شوشین بی بی سی یک گزارش در پیرامون همین موضوع آماده کرده بود که یک بانو با یک طفل خورد هر دوشان معتاد مواد، یعنی به اعتیاد رو آورده بود، یعنی نقطه ضعف دولت اینجا چی است از دایره فکری شما؟ نقطه ضعف دولت این است که کار به اهل کار سپرده نمیشه. وقتی که کسایی را که در رأس زمین وضعیت قرار میتن، باید اونا خودشان یک مسئولیت حس بکنن که وقتی این مسئولیت بار یا این بار بر شانه های ما گذاشته شده، چه قسم بتونیم که با این مبارزه کنیم و چه قسم همی وظیفه خود به شکل درستش انجام بدیم. اینجا هر کس میای و برای خود به نفع شخصی خود فکر میکنه، فقط به اون معاشی که میگیره اکتفا میکنه و برای وظیفه‌ای که هم وظیفه وجدانی و ایمانی و وظیفه ای را که برشان سپردن اینا نمیتونن که با درستی وظیفه خود انجام بدن. و تقریبا زنانی که بیشتر هم خودشان و هم اطفالشان به این مواد مخدر رو میارن و به خاطر که بتونن خانم ها از مشکلات روانی دوری بکنن و یا ایست که همین مشکلات خود باید فراموشی بسپارن، هم به خاطر که طفلا مزاحم کارشان نشه و یا ایست که تعدد اطفال و یا ایست زیاد بودن اطفالشان باعث میشه که این خانم ها با مشکلات روانی دچار شون و اوقدر عقلشان کار نمیکنه که دور بودن از مشکلات فقط راه حلش مواد مخدر نیست و تقریبا فقر و بیسوادی بیشتر علل از این مصاب بودن خانم ها با مواد مخدر. ممنونم. آقای زرمتی، اگر شما ولایت با مرکز مقایسه کنین، چگونه مقایسه میکنین از دایره بانوان به اعتیاد مواد مخدر؟ خب در کابل خوشبختانه بعضی درمانگاه ها وجود داره که میشه اونجا مثلا مراجعه صورت بگیره و مورد تداوی قرار بگیره، ولی در اطراف چون جامعه ما یک جامعه سنتی است و در بعضی از موارد حتی یک شوهر حاضر نمیشه که خانم خود به خاطر از اینکه درمان شود به این مراکز روان بکنه، که خودش باعث میشه که یعنی یک خانم ناچار میشه و به مشکل مواجه میشه و در نهایتش روی میآوره که به جرم دیگه. در ولایت بسیار مشکل وجود داره که دولت باید در قدم اول همه درمانگاه ها را وسعت ببخشد، تأسیس بکنه و در پالوی از او باید آگاهی عامه داده شود که یک از مسئولیت های اساسی دولت است، که چون جامعه ما مثل که قبل اشاره کردم سنتی است و دیگه بیسوادی اینجا بسیار رول اساسی داره. در جامعه بیسواد تقریبا فیصدی سواد ما بسیار بالا است، این وجود داره دیگه. مشکلات در مثل که در اونجا قبلا اشاره کردم که در مزار یک مثال خوب ارائه کردم، نه تنها مزار، بسیاری از ولایات است که ای به میدیا نبرآمده و از امو خاطر است که ما یک فیصدی دقیقی از مبتلا شدن خانم ها نداریم. مثلا شما اگر فیصدی آمار را که ایران میکنه وزارت صحت عامه، در بعضی مورد 13 فیصد، در بعضی مثلا 45، در بعضی هم 1000 به حساب 1000 نه 120000 تن مبتلا از خانم ها را ارائه میکنن، که خودش زد نقیص است، چون احصای دقیق وقت میشه که خانم ها برن مثلا به این درمانگاه ها مراجعه بکنه به خاطر تداویش و یک حساب دقیق ما داشته باشیم که نداریم متاسفانه. و این مشکلات وجود داره در ولایت، ولی در کابل بعض مراکز است که هم از طرف دولت است و هم خارجی ها او را حمایه میکنند تا به خاطر کاهش اعتیاد به مواد مخدر. آقای زرمتی، اگر متوجه شوین در اواخر با وجود که فهم مردم بلند رفته بخصوص از قشر اوناس، باز هم به اعتیاد رو میآورن، یعنی دلیل اینجا چی بوده میتونه؟
خب مشکلات یعنی مشکلات اقتصادی که قبلا اشاره شد، مشکلات اقتصادی وجود داره و در ضمن این صرف یعنی بعض در بعض حالات استفاده از مواد مخدر به خاطر خوشگذرانی هم است که این مسئله را هم ما باید مد نظر بگیریم. بسیاری از کسایی که تحصیل دارن به خاطر لذت بردن از زمین مواد مخدر استفاده میکنن و بسیاری کم کسایی می باشه که به خاطر لذت از استفاده کنن که در او خانم ها شامل هستن که یا از در نهایت از ناچاری به خاطر از اینکه درد و مشکلات خود به یعنی فراموش بکنه از تاریاک استفاده میکنه یا از مواد مخدر استفاده میکنه. بنان این مسئله وجود دارد در حقیقت، همین عدم آگاهی دقیق که در جامعه ما وجود داره این باعث میشه که خانم آزیست. ممنونم. بانو کوهستانی، آیا واقعا مواد مخدر و استفاده همچون مواد برای آرام بخش زنان است؟ خب اگر کسی درست فکر بکنه و عقل خود بیشتر استفاده بکنه، مواد مخدر رای حل هیچ مشکل نیست و بیشتر از کسان یا از زنانی که به مواد مخدر رو میارن بیشتر دخترای جوانی هستند که آگاهی کامل ندارن و آماری که ما از شفاخانه ها گرفتیم فعلا استفاده مواد مخدر یا نوع مواد نشاور به نام تابلتکه بله. که بیشتر بین جوان ها استفاده از بیشتر است و خود من شاهد ازی بودم که در یکی از شفاخانه ها به خاطر تطبیق پیچکاری خود رفته بودم که دو دختر خانمی را به حالت نشه آوردن که از تابلت که استفاده بود کرده بودن، هر دو دختران مکتب بودن که از دختران نوجوان، چون دختران مکتب انتظار از این نمیره که اونو تفکیک بین خوب و بد داشته باشند بله. و این وظیفه معلمین عزیز است که باید در این رابطه برشان آگاهی دهی بکنه، وظیفه والدین است که باید درست متوجه رفتار اولاد خود باشند، متوجه ازی باشند که چی را با خود حمل میکنن، داشتن از این مواد در نزدشان خود تبعیض گیره اگر دختر از دستگاه خود نگهداری میکنه، اگر پسر از در جیبشان، و این وظیفه والدین است که به درستی متوجه اولاد خود باشن که از چیزا استفاده میکنن و چی را با خود حمل میکنن. ممنونم. بانو کوهستانی، شما در رابطه به شفاخانه ها یاد کردیم، چقدر دکترها از این لحاظ خوشبینی نشان میدن به شما که یعنی آمار همچنین پدیده کم شده میره؟ خب بدبختانه بگویم که کم نمیشه بلکه ازدیاد هم پیدا میکنه. آماری که از شفاخانه ها ما قبلا هم تذکر دادم که ما داریم، در بسیاری از شفاخانه که ما روابط داریم اینجا امید جوانانی که هم از طبقه اوناس و هم از طبقه ذکور زیادترشان از امید تابلت ها مواد مخدر استفاده میکنن و اینجا وظیفه دکترها فقط اونمون نجات دادنشان است که دفتن بر از اونا مراجعه میکنن و این وظیفه وزارت معارف، وظیفه وزارت تحصیلات عالی، وظیفه وزارت مواد مخدر و وظیفه وزارت امور زنان است که بتونه با این پدیده شوم مبارزه بکنه و آگاهی دهی بکنه و ما هم در جامعه بتونیم که به مردم بفهمانیم که راه حل هیچ مشکلی مواد مخدر بوده نمیتونه. بله ممنونم. آقای زرمتی، با از دید شما یک مرد چی نقش داره در خانواده تا بتونه همچون پدیده را جلوش بگیره از نظر شما؟ خب مرد خصوصا در جامعه، وقتی که میایم جامعه افغانی خود ما را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدیم، جامعه ما یک جامعه سنتی و مرد سالاری در اینجا است. مرد رول بسیار اساسی را داره. وقتی که یک مرد با دانش و علم استوار باشه و علمیت داشته باشه و هیچ وقت نمیمونه که اولادایش یا خانوادهش به مواد مخدر روی بیاره، حالا آنکه هر چقدر یعنی مجبور شوه، چون مواد مخدر وقتی که به او واخته شدی هم خود از دست میتی، هم خانواده ته، هم مشکلات بسیار زیاد را پیدا میکنه. بنان مرد رول بسیار اساسی داره و در پالوی ازی که مرد هدفتان از پدر است که در یک جامعه است، در یک خانواده است، ای میتونه که اولاد خود مثلا به درس تشویق کنه، به یک کار در پالوی ازی که درس میخونه میتونه که یک رای دیگی که به خاطر نفقه است تشویق کنه، نه با مواد مخدر، چون وقتی که با مواد مخدر آغشته شدی دیگه مشکلات بیشتر میشه و مو است که یک طفل مثلا یا یک اطفال دست به کارهای غیر قانونی میزنه. در بسیاری حالات دور هم رخ داده که یک جوان آمده به مادر خود گفته که پیسه مواد مخدر نداشته، مادر خود از سرش قطع کرده. اینطور کیس های هم وجود داره که شاید در مطبوعات بیا یا
نبیه، ولی اینطور کیسا هم رخ داده در بسیاری از ولایات از افغانستان به خاطر مواد مخدر که بسیار در داور است، بسیار یعنی مشکل زا است در خودش. بنان طور که اشاره کردم، چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است، مرد رول خود داره که اون رول مثبت در صورتی که علمیت داشته باشه پدر و آگاهی داشته باشه از ضررهای مواد مخدر، و ولی بسیاری در ولایات چون سواد کافی ندارن، بسیاری از پدرها ناگزیر میشن که به خاطر اینکه هم درد خود فراموش میکنه، مشکلات خود فراموش میکنه، خودش هم استفاده میکنه، اولادها را هم وادار میسازه، و وقتی که کشت میکنن چی بخوای چی نخوای متاثر از مواد مخدر میشن. بانو کوهستانی، هرچند که شما از تبلیت کوا دیگه تبلیت که نشاور است یادآوری کردین، چرا مسئولین در جمعوری همچه تبلیت ها اقدامی نمیکنن؟ این نقطه ضعف در چی بوده میتونه؟ خب تا جایی که ما معلومات داریم، فقط این روند جمعوری تابلیتگاه و امثال از این یک هفته دوام کرد که وزارت صحت عامه به جمعوری تابلیت ها از دواخانه ها و از بعض اشخاص بدون مسئول پرداختن، ولیکن امی کارهای نمایشی را کردن و خب بدبختانه کسی نیست که بر حال جامعه دلش بسوزه و امی کاری را که برش سپردن با اهلیت انجام بده، و متاسفانه که وزارت صحت عامه تقریبا در این هم ناکام تر است. ممنونم. آقای زرمتی، چرا جامعه ما به زنای یا دخترایی که به اعتیاد رو می آورند اینا را به دید منفی نگاه می کنند؟ خب خودش یک معضل بسیار جدی است، و خودش یک چیز است که باعث از این میشه وقتی که به اعتیاد روی آوردی، باعث یعنی باعث یک نوع فشار با خود جامعه می باشه، و از سوی دیگه به خاطر از اینکه این به مرور زمان رفته رفته خودش بار دوش جامعه میشه که خودش یک مشکل است. بنان این چیز مثبت نیست، یعنی استفاده از مواد مخدر یا با مواد مخدر آلو شدن، اگر می بود اینقدر مبارزه صورت نمی گرفت، ولی متاسفانه بگویم که در 17 سال یعنی حضور خارجی ها و ایجاد نظام نوین در افغانستان، ای اما روز به روز افزایش پیدا میکنه. اگر فعلا فیصدی 45% است، روز خود رسید که فیصدی یعنی زنان مبتلا به مواد مخدر ای به 60-70% خود رسید، که در او صورت باز مشکل بزرگ را به جامعه ما یعنی ایجاد خواهد کرد، چون همی زنان تقریبا نصف از پیکر جامعه ما را تشکیل میده. حال مهاجرینی که مثلا از ایران میان، 33% مبتلا به مواد مخدر هستن، از پاکستان 27% مبتلا به مواد مخدر هستن، که مهاجرینی که میان اگر برای آنها مثلا آگاهی داده نشوه و جلوه وزی گرفته نشوه، ببینین که در بازار خصوصا در جایی که همی اشخاص میرن به خاطر استفاده مواد مخدر آزادانه ای فروخته میشه، هیچ نوع کدام مشکلی وجود نداره. یعنی هر قدر ما مثلا مراکز تداوی ایجاد بکنیم، هر قدر مثلا پول را ما مصرف برسانیم، ای رای درمان نیست. رای درمان وقتی است که ما علل اساسی از این پیدا کنیم که چرا در افغانستان ای کشت و قاچاق مواد مخدر به این پیمانه یعنی افزایش پیدا کرد، و هم در موجودیت نیروهای خارجی و که شعار مبارزه با مواد مخدر دادن، و تا زمانی که علت پیدا نکنیم و این مافیایی که فعلا در وجود داره، مافیای مواد مخدر یا مثلا مورد پیگرد قانونی قرار نگیره، این درمانگاه ها و این وزارت خوب کارکردش برای شما و همه معلوم است این جای را نمیگیره، و این باعث میشه که همین جوانایی که هر روز تعدادشان اضافه میشه، این بار دوش جامعه میشه. وقتی که یک جوان به جای از اینکه تحصیل بکنه، درس بخونه، به جای از اینکه مثلا به سپورت علاقه مندی نشان بده، یا با مواد مخدر روی میاره، این خودش در داور است، این خودش باعث درد جامعه میشه. ممنونم. بانو کوهستانی، از دید شما وقتی یک مرد و اینکه یک بانو به اعتیاد مواد مخدر رو میاره، چقدر تاثیر گذار است بر اجتماع و خصوصا بر خانواده خودش که یک مادر است و اینکه یک پدر است؟ خب قسمی که یک بانو و یا بانوان هسته جامعه هستند یا هسته گذار جامعه هستند، وقتی یک مادر خود به اعتیاد مواد مخدر باشه یا محتاط باشه، پس مطمئنن که فرزند از او هم، اگر فرزند شیرخوار داره، خوش فرزند شیرخوار طبعا که به مواد مخدر مبتلا است، و اگر او فرزنداش که کمی کلانتر هستن، از استفاده خود مادر در چارچوبات خانه که بالاشان تا
تاثیر میکنه، اونا هم معتاد هستن. وقتی که اطفال بیرون از خانه میپراین، حتما همبازی هایی با خود دارن که میتونن اونا هم با این مواد مخدر سوق بدن یا ایست که مبتلا شوند. وقتی که او اطفال دوباره به خانه ها و های خودشان رفت بدن در خانه دیگه، این همه قسم این مثل یک ویروسی است که میتوند تمام جامعه سرایت بکنه و همه را معتاد به مواد مخدر بسازه. و پدر و مادر ها وقتی که درست ما ببینیم پای اقتصادی یک فامیل نزد پدرش است. وقتی که نزد پدران و فامیل پای اقتصادی قرار داشته باشه، مطمئنن که او از مواد مخدر که خودش استفاده بکنه، خانمش به مواد مخدر دسترسی کامل داره، چون در خانه نگهداری میشه. وقتی که او خانم بخواد یک از مشکلات نجات پیدا بکنه، از اون مواد مخدر که شوهرش در خانه آورده استفاده میکنه. و همین قسمی ویروس و یا این میکروب در تمام جامعه انتشار میکنه که جامعه را طبعا که متضرر میسازه. بله، ممنونم. آقای زرمتی، وقتی یک بانو به اعتیاد مواد مخدر رو میاره، چقدر بالای روحی خودش تاثیر گذارده؟ و وقتی که دوباره تداوی میشه، آیا به نفر اولی دوباره برمیگرده؟ یعنی معلوم دار که یک استفاده، یعنی معلوم دار که ضرر سو داره به خانم، هم از لحاظ روحی روانی و که و هم در جامعه که ما زندگی میکنیم، وقتی که یک خانم به مواد مخدر یعنی آخته باشه یا به او به شکل بسیار نفرت انگیز یعنی به او برخورد میشه، که خودش بسیار دردآورده است و رفته رفته این خانم باعث میشه که گوشه‌گیری کنه از جامعه و از خانواده و در نهایتش باعث خودکشی و خشونت میشه. بنان به نظرم که خوبی است که یک خانم پیش از اینکه به این پدیدهشم روی میره، فکر کنه، تحلیل بکنه که چقدر این به زیان خودم، نه تنها زیان خودم بلکه خانوادهم، اولادایم و فامیلم تمام میشه. وقتی که یک نوع ارزیابی دقیق از خود داشته باشه، این ضرور نیست که مثلا صد سواد کافی داشته باشه یا بالایی داشته باشه، ولی باید بسنجه که چون ما در حقیقت یک مادر ایمار کننده یک جامعه نوین است، او طفل ها را مثلا طفل و اولاد سالم باید به جامعه تقدیم کنه، نه ای که طفلی که او به مواد مخدر یعنی آغشته شده باشه و یا بر از او تاریاک داده شده باشه، که او در نهایتش دوباره باز وقتی میشه که دوباره او طفل یا مادر وقتی که تداوی هم صورت گرفت دوباره یا مثلا به مواد مخدر گرفتار میشه. علت اساسی ایشی است که بر مادر که تحصیل دارن، کسایی که از خارج میان، مهاجرین که از خارج میان، یا تحصیل دارن، زمینه کار برشان نیست. یعنی ببینین شما می مطبوعات یا گزارش ها را که کس مهاجرین که از ایران و پاکستان آمدن، خانم ها بر از یا در خارج مثلا درس می دادن یا یک هر نوع شغلی که داشتن، ولی وقتی که در افغانستان میای بر از یا بیکاری است، کس برش کار نمیده. این می بیکاری خود باعث از این میشه که یک مادر به مواد مخدر روی بیاوره، ولی بار دوم مثلا او تداوی هم صورت معلوم دار که دفعه دوم هم یا به مواد مخدر آغشته میشه. ممنونم. بانو کوهستانی، این گونه پدیده شما اجتماعی اگر از طرف بانوان بیشتر رشد کنه، شما این دی کشور چگونه پیش بینی میکنین؟ خب قسمی که نصف پیکر جامعه را بانوان تشکیل میدن، مطمئنن که وقتی این پدیده شما گسترش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه، جامعه یا کشور به سوی بدبختی میره. و هرچند که کشور ما با گفته بعضی ها، هرچند من خوشبین هستم به آینده کشور، ولیکن بسیار میگن کشور از قبلا بدبخت بوده، خدا نخواسته باشه، ولیکن مطمئنم که همچون خانم ها که باید ما هم با اونا همکار باشیم یا کمکشون بکنیم تا از این پدیدهشون نجات پیدا بکنن. نباید با یک خانم معتاد ما به دیده حقیر یا تحقیرآمیز نگاه کنیم، و چون مثل که او عقلش به او اندازه کار نکرد که او از مواد مخدر استفاده نکنه، همو قسم ای نمیتونه که با این پدیده مبارزه هم بکنه. پس وظیفه ما است، وظیفه ما که در اجتماع با این خانم ها، اگر آقا است، اگر بانو است، با همکار باشیم تا بتونیم که از این ویروس و یا از این میکروب نجات پیدا بکنه. تا وقتی یک نفر نجات بده، مطمئنم که یک فامیل نجات پیدا میکنه. وقتی یک فامیل نجات بده، یک جامعه، وقتی یک جامعه نجات بده، یک کشور نجات پیدا میکنه. پس رای حال از دید شما چی است که برای این گونه زنان شما پیشنهاد بدین؟ برای رای حل ای است که بتونن برای زنان بیکار، اگر سواد دارن، زمینه
کاری را برشان فراهم بسازن که سوادشان استفاده کنن. اگر زنانی که سواد ندارن مطمئنن کدام پیشه ای را خوب بلد هستن، مانند قالین بافی، دستدوزی، خیاطی و اینا، خودشان هم شاید اگر بلد باشن وسایل مناسب نداشته باشن، شرایط مناسب برشان مساعد نباشه، میتونن که وزارت امور زنان، وزارت تقریبا کار و امور اجتماعی ایره با این پدیده مبارزه هم بکنن و بتونن که ایجاد یک شغل برای خانم ها بتونن که هم از این پدیده نجات پیدا بکنن و هم زنان دیگر جلوگیری شود از مصابشان به مواد مخدر. ممنونم. آقای زرمتی، در رابطه با سوالی که با بانو کوهستانی کردم، وقت این گونه پدیده شو مجتمع سرح بانوان بیشتر روش کنه، شما اینده افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟ واقعا یعنی اینده افغانستان نگران کننده است با افزایش هر روزی که وجود داره یا امارهایی که ایران میشه، ای کم نمیشه، ای افزایش پیدا میکنه. وقتی که ای افزایش پیدا میکنه، ای امار بالا میره، ای خودش یک نوع وحشت و دهشت است که در کشور ما متاسفانه در 17 سال وجود داشته. و یک چیز دیگر ما باید بگویم که در یک خوب مسئولیت دولت است که دولت باید در این عرصه توجه بکنه، توجه جدی بکنه و امی مراکز را که ایجاد کرده، نه تنها در کابل بلکه باید با ولایات یا انکشاف داده شود. تا زمانی که دولت توجه اساسی نداشته باشه، موسسه هایی که غیر دولتی هستند و نمیتونن که چندان کار مسمر را انجام بده یا کار اساسی را انجام بده، بنان تکی باید دولت در عرصه توجه بکنه. و دومی که مسئله آگاهی دهی است که در این قسمت رسانه ها، مثلا شما یک موضوع بسیار خوبی را امروز انتخاب کردین که بسیار یک موضوع جدی و حاد است که رسانه ها میتونن که امی پیام به مخاطبین برسانن، به گوش مثلا امی اطراف و ولایات و داخل و خارج برسانن تا مردم از ضررهای پدیدهشون آگاهی پیدا بکنن. فکر کنم که در غیر از او بسیار بحران، بسیار یعنی نگران کننده و بحرانزا است این مسئله اگر توجه جدی به این صورت نگیره. و همچنان خارجا باید قناعت به خارجا قناعت داده شود که اگر می جنگ واقعا جنگ مواد مخدر است، این در نهایت اگر امروز افغان ها 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون با یعنی با این پدیده شوم آخته هستند، روز خود رسید که در سرحدات شما هم خود رسید و همی جوانای شما هم به این مواد مخدر آغشته خواهد شدن. بنان تر کشت و قاچاق مواد مخدر باید به صورت همه جانبه هم در افغانستان هم در خارج باید توقف داده شد. ممنونم. بنوان، آخرین سوال، بنو کوهستانی، شما یک بنو هستین، با چه شعار میتونین بنوانی که به همچون راه مسیرشان را عوض نکردن و در امان نگه دارین؟ خب با کسایی که به عنوان یک بانو اگر در جامعه فعال هستند و یا غیر فعال، به عنوان فعال یک پیام دارم که آگاهی داشته باشند در هر عرصه. اگر او بانو آگاه هست، خب مطمئنن که از مواد مخدر استفاده نمی کنن. و اگر ناآگاه هست، این وظیفه معلمین است، وظیفه استادای دانشگاه است، وظیفه فعالان مدنی یا فعالان در جامعه است، وظیفه امامان مساجد است که از لحاظ همین مواد نشاور از لحاظ اسلام که خطایی آرام است برشان بفهمانن. چون جامعه جامعه سنتی است، بیشتر نسبت به عرفای دیگر و عرفای ملاحظ یا تر باور میکنند اطراف. پس میتونن که با این پدیده جلوگیری بکنن و خانم های آگاه طبیعی است که استفاده نمیکنند. ممنونم. تشکر از شما آقای زرمتی و همچنان بانو کوهستانی. سلامت باشید. این دای عزیز، این بود بحث امشب. تا برنامه بعدی و موضوع بعدی شما رو میسپارم به علای پاک و به همتا.